خواستیم رأی ندیم. آقای خامنه ای گفت اونور دشمن داره واسه ما خواب میبینه، داعش بغلمونه، بیاین ما رو تنها نذاری. انتخابات رو صف کشیدی. خود من الان 4 سال شرمنده دختر 16 ساله هستم که ازم یه سفر شمال میخواد ندارم. نزدیک 3 سال پیش من خودم شخصا رأی دادم جمهوری اسلامی. هیچ وقت هم ضدیت با جمهوری اسلامی من ندارم. من فقط نمیخوام گدا بشم. اختلاسگرا رو بگیرن اعدام کنن. مهره و زهه و چخه و اینا فایده نداره. و سلام. و شما جز مغازه بسته هستی مغازه بازه؟ ما مغازمون بسته است. همین الان بفروشه، هر کسی بفروشه مثلا با فلان قیمت، فردا باید حداقل یه برابر نیم اونو پول بده تا خرید کنه اونو. کی میفروشه؟ من مغازمون باز نگرشتم به خاطر اینکه خودم گرفتارم، بدهکارم. بعد از اون ور شما حساب کن مستاجرم، باید اجاره بدم سر بورس. حالا یه سری هم که خوب مغازه مال خودش میبنده، میگه آقا حالا همه دارن میبندن، منم میبندم. اگه نبندی میام یا پشت میدن یا شیشتو میشکنن. من چیکار میخوام بکنم؟ یقین کیلو میخوام بگیرم. بعد هم درد فقط این یکی نیستش که. آخه تو الان ببین اینجا درد داری، میری خونه خونه درد داری، هر جا میری میبینی درد داری. شما میدونی درد ملت چیه؟ شما بگید. اصلا آقایون بپرسین دردتون چیه؟ آقا شما چیکاره هستی؟ کارگرم، بنا. خب تو هیچی. چرا میخوام بگم؟ میخوام صحبت کنم. چرا بگم؟ من کسبم. میخوام دردمو بگم. وای سایده. تو نگفتی. نگفتی درد مشخص، گفتی کارگر. دیگه تموم شد. ما خودمون کاسبیم. خب خدا شاهد. الان امروز بازار بازار کی سود کرد؟ اعتراضون خواستم میگم فقط دلار چرا گرون شده. یعنی لعنت به اون کسی که کیوس آتیش میزنه، لعنت به اون کسی که بخواد اختشاش کنه. ناموس خودمونه بابا، داداشمونه مغازه داره، دوست نداریم کسی بزن. اون میده لباس پلیس پوشیده داداش ماست. کیه؟ غریبه که نیستن اینا، اینا بچهای ما هستن. کسی دوست نداره اختشاش بشه تو مملکتش. ما حقمونو میخوان. تمام اون کسایی هم که شعار میدادن اینجا تو روز، هیچ کدومشون کاسب کار نبودن. همونایی هم که تا زور تو بازار بودن الان دیگه نیستن. کاسبکار هیچ وقت شعار نمیده. کاسبکار اگه در مغازش نمانده هم مالش میترسه، میبنده اعتراضش نشون بده. یه دستن من نمیدونم از کجا میان قاطی مثلا کاسبکاری بازار میشن. حالا یه عده اینجا مغازشون رو بستن، اعتراض دارن به گرونی فلان. حالا اینی که بیان اینجا رو شلوغش کنن اینا، یه دونهشون نیم ساعت بعدش نبود. منظور چیه؟ همه غریب. آقا کی بودن اینا؟ کجا اومده بودن؟ کوشون همون کسایی ان که موسه کارو میرن ثبت نام میکنن. میری بانک ملی یه حساب باز کنی، کارت ملی قدیمی تو میدی، سیستم میگه شما کارت ملی هوشمند داری، یعنی ریز زندگی تو میدونن. اینا نمیدونن مثلا کی داره دلار میخره، کی داره ماشین وارد میکنه. یه حرکت آقای جهرومی کرد، من خیلی لذت بردم. تو سایت اومد نوشت آقا این 40 تا شرکت ارز دولتی 4200 تومانی هم من گرفتن، موبایل وارد کردن تو بازار، دارن 8000 تومان میدن به فروشنده های همین پاساژهای مختلف. خب این حرکت رو تو همه وزارتخونه ها میتونن انجام بدن. وزیری که اومده توییت زده دیشب، برگشته گفته ما تنها ارز و دلاری که ما میشناسیم دلار 4200 تومانی، ما بقیش مثلا چرت و پرت این چیزا که دارن میگن شایعه است. بیشور خودش و 7 جد آبادش که مردم خرف عرض میکنه، 2 روزه بیاد ببینه دلار 9000 تومانه. من اگه مسئولم تو این وضعیت، خدا وکیل من شب تا صبح خوابم نمیبرد، میخوام این مردم رو گشنه رو ببینم. اگر نباشه مردم باز ناراحت نیستن، ولی بعضی از این وابستگان مسئولین یا بعضی از مسئولین زندگی در رفای آنچنانی زندگی کردن یا بچه هاشون مثلا اروپا نشین. ما اگه واقعا این مشکل داریم با آمریکا، چرا مسئولین کشور ما مثل ما زندگی نمیکنن؟ چرا اونا میان میرن ماشین 800 میلیونی زیر پای بچه‌هاشون میذارن؟ من میگم مشکل ما از درون خودمونه. آقازاده کیلو چند آقازاده بده، من اینجا تیکی تیکش میکنم، هر کی میخواد باشه کیلوشو میخورم. هر کی یه کارت ملی داره، هر کی یه حق حقوقی داره، همه به باید سیستم باید همه رو به یه چشم ببینه. مسئولین همین از فردا صبح تصمیم بگیرن مثل مردم زندگی کنن، مملکت در از 6 ماه درست میشه. شما یه مسئول کشوری پیدا کنین که بیاد تو مثلا ربات کریم زندگی کنه، یه مسئول پیدا کنین مقام پایینشون رو، نه مقام بالاشون، اصلا صحبتشون رو نکن. یه مدیر لواسون برو ببین ویلای لواسون شبای جمعه چه خبره، مال کیاست؟ رانت و رانتخاری توی این مملکت باشه همینه دیگه، رشوه، ربا، نزول، بهره، اختلاف. الان آقای رئیس جمهور چند وقت پیش طرح حمایت از کالای ملی رو چیز کردن، 2 روز پیش رفتن توچال، تماما لباس، کلا، شلوار، کتونیش با برند خارجی آمریکایی بوده. این موقعی که ترامپ داشت صحبت میکرد
آقای روحانی گفت خودم جواب پس میدم. خب چرا جواب؟ من دست فروش چجوری میوه بخرم؟ چجوری اجاره خونه ما بدم؟ تونسته بگذره. عروسیمه. رفتم 18 گرم طلا خریدم شده 7 میلیون تومان. اینو جوابش کی باید بده؟ درد مردمو شنیدی؟ خب حالا برو به محصولات بگو. من که میدونم پخش نمیکنی. برو به محصولات بگو. تو رو به وجدانت برو به نماینده مجلس بگو. رئیس جمهوری که خیلی بیخیال گذاشته رده توچال داره برای خودش تفریح میکنه. آخه رئیس جمهوری که وقتی دغدغه مردم ببینه هیچی نگه واقعا بیغیرته. همه شو تو اگه سیف نمیتونه استعفا بده، اگه وزیر کشور نمیتونه استعفا بده، اگه رئیس جمهور نمیتونه استعفا بده، من رأی دادم ولی نمیتونه استعفا بده. آقا نمیتونن مملکت رو ول کنن. نمیذار بره کنار عوض شه، یه گروه اقتصاددان قوی بیا جاش، استعفا بده، بیاد معذرت خواهی کنه از ملت، از بگه آقا معذرت میخوام نتونستم اشتباه کردم. خب وقتی من الان نمیتونم این دکونو بچرخونم باید جمعش کنم دیگه. مسئولم همینشون. وقتی از دستش برمیاد عین مرد بیاد آقا من تا الان بودم ولی نمیتونم. شرمنده منو ببخشید خدا بشم. این مرد بری کنار. این مرد بری کنار.